قهرمان جهان در مقابل یه قهرمان با تکنیک و دوست داشتنی دیگه، علی سوادکویی. یه مسابقه حساس در 86، تکلیف این دیدار مشخص شده. بانک شهر اومده به فینال دیگه، این تک کشتی ها زیبایی های خاص خودش رو داره. علی سوادکویی با تکنیک، مردی که با شکست جردن باروز در امریکا چشما رو خیره کرد. کامران قاسمپور نیاز به تعریف نداره، قهرمان دوست داشتنی ما، زیرگیر قهار. هر دو کشتیگیر با تکنیکن، هم علی سوادکویی و هم کامران قاسمپور. و حالا کامران قهرمان جهان در مقابل علی سوادکویی، ببینیم چه کار خواهد کرد. علی سوادکویی در 86 در مقابل کامران قاسمپور قرار گرفته. ببینیم که چه اتفاقاتی در این دیدار خواهد افتاد. تماشاگران هم به کامران قاسمپور علاقمندن، هم به علی سوادکویی. هر کشتیگیری که تکنیک داشته باشه، هر کشتیگیری که در کشتی زیبایی های این رشته رو به نمایش بذاره، مورد احترام و تشویق کشتیگیرانه. چه کامران قاسمپور چه علی سوادکویی، هر دو با تکنیکن و برای همین همه منتظر بودن این کشتی حساس آغاز بشه. مسابقه کار 0-0. داور وسط آقای سعید عباسی، داور وسط آقای سعید عباسی هست. کامران با دو بنده آبی برای تیم ستارگان کشتی میگیره، مایه دو دستی در اختیار داره و به چشم به هم زدنی به پا میرسه. به چشم به هم زدنی کامران به پا میرسه و علی سوادکویی این رو میدونه، کاملا حواسش جمعه که اسیر زیرگیری های کامران قاسمپور نشه. که حالا اختار 30 ثانیه رو به علی سوادکویی میدند، اختار 30 ثانیه رو به علی سوادکویی میدن. کشتیگیر تیم بانک شهر، حالا یه برخوردی هم پیش میاد که حالا این برخوردها و این ضربات طبیعیه در کشتی. هم کامران پهلوانی ها کرده رو تشک و هم علی سوادکویی با اخلاقه و در کشتی این برخوردها، این ضربات پیش میاد. دیگه ضربه عمد کاملا مشخصه، اون شدتش، اون عدتش که حالا میشه برای زیر، از شگرد خودش، زیرگیری های دیدنی خودش میخواد استفاده کنه. اختار 30 ثانیه رو دادن به علی سوادکویی. در این فرصت باید بتونه امتیاز بگیره. دو دسته دست در اختیار کامران قاسمپور هست، اجازه کار بریف نداد. حالا یک امتیاز به کامران میدن. 1-0. اختار 30 ثانیه به پایان رسید. اختار 30 ثانیه به پایان رسید. سوادکویی کاملا به کشتی کامران آشناست، همه دنیا کشتی او رو میشناسن، کشتی شیرین کامران رو میشناسن. سوادکویی با تکنیک هم دست و پا بسته نیست، به سلاح تکنیک مجهزه. کشتیگیر تیغداری علی در مقابل کامران قاسمپور تا به اینجای کار کشتی خوبی گرفت. زیرهای حریف رو سعی میکنه خونسا کنه، یعنی مقدمه اجرای فن رو به اجازش رو نده به کامران و در فرصت مناسب امتیاز بگیره. علی سوادکویی قابلیت های بالایی داره. حالا میشه برای زیر، سرش باز به پا برسه، در برگشت علی سوادکویی به خوبی پا رو پس میکشه. یکی دو زیر رو کامران نشون داده، یعنی مهاجم تر بوده نسبت به علی سوادکویی. طبیعی هم است، علی سوادکویی سعی در ابتدا کنترل کامران داره بعد امتیاز بگیره. انقدر با سرعت زیرگیری میکنه، اینجا پای حریفات رو خارج میکنه و امتیاز دوم رو هم به دست میاره کامران قاسمپور در وزن 86 در مقابل علی سوادکویی قرار گرفته. در مقابل علی سوادکویی قرار گرفته. 2 ثانیه 1 ثانیه وقت اول به پایان میرسه. باید برم به سمت مربیان. یه کشتی نزدیک، کشتی حساس، آقای مرتضی قربانی و آقای قاسمپور، عموی کامران قاسمپور هست در تیم ستارگان ساری که هدایت میکنند کامران قهرمان جهان رو. علی سوادکویی هم ببینیم کارا در وقت دوم چه میکنه در مقابل کامران قاسمپور، ببینیم میتونه امتیاز بگیره یا خیر. علی سوادکویی اگه یه مقداری به لحاظ تنفسی و استقامت در کشتی در شرایط بالاتری قرار بگیره و آماده تر باشه، هیچ کم و کسی از قهرمانان بزرگ دنیا نداره. علی سوادکویی تکنیکی این کشتی، فهم بالایی از کشتی داره، مطابق یه مقداری نفسشو باید چاختر کنه، با تمرینات خوب زیر نظر مربیان برجسته. ببینیم وقت دوم چه میکنه علی در مقابل کامران قاسمپور. دوبار قهرمان جهان شده، در مسابقات اخیر هم در آلبانی کشتی های گرفت در مقابل تیلور و سعدالایف که بسیار دیده شد. حساب کار 2-0. حالا کامران قاسمپور
صدر که باز هم زیرگیر کنه، منتها علی سواتوی اجازه کار داد، حالا میشه برای زیر. عرض کردم این کشتیگیر کم از تکنیک نداره. علی سواتوی چه زیر قشنگی گرفت. از اون قشنگتر خاک میکنه یا کندش بالا میاد. باید ببینیم علی سواتوی صدر که حالا خم زیبایی رو که در اختیار گرفته، زیر زیبایی که گرفته رو تبدیل به امتیاز کنه. دست در کنده برده کامران قاسمپور، صدر خوش رها کنه. رفته رفته امتیاز بگیره علی سواتوی و میپیچند و کشتیگیر. به هم میپیچند و کشتیگیر و ببینیم که نهایتاً تبدیل به امتیاز میشه یا خیر. که دست در کنده برد، مقاومت کرد و خاک نشد کامران قاسمپور. به شیوه و سبک خود کامران از کامران زیر گرفت. این ارزشمنده برای علی سواتوی. عرض کردم این کشتیگیر با تکنیک ما حقش بیش از این هاست در کشتی دنیا. در مقابل یه بزرگ قرار گرفت. باسم چقدر قشنگ زیرگیری کرد. چقدر حالا مچ این بار دیگه از دست نداد. زیر قشنگ خودش رو تبدیل به خاک کرد علی سواتوی. یه اشتباه رو دوبار مرتکب نشد. قدر زیر رو دونست و قدر این فرصت رو دونست و خاک کرد. این بار دیگه با سرعت اجازه نداد دستم کنده ببره کامران قاسمپور. دو دو. چقدر این کشتی زیباست. 1:37 کامران بیاد برای جبران و علی سواتکویی. ببینیم که تاکتیک او در ادامه بستن کشتی، اداره کشتی یا باز هم زیرهای دیدن. میدونه کامران قاسمپور در کسری از ثانیه زیر میگیره. بارها خودمو جا موندیم، یعنی تو سرعت زیرگیری های کامران قاسمپور همه جا میمونن. حالا کامران همون زیره دیدنی خودش رو میخواد بگیره. اگه علی سواتکویی اجازه بده. یه لحظه یه خیز برداشت برای زیرگیری. علی سواتکویی 1:06 حالا رفت برای زیر. کامران مگه میشه زیرش رو نگیره؟ مگه میشه به پا نرسه؟ تبدیل به مچ پا کنه خاک. علی سواتکویی خاک نشد و یک امتیاز رو از دست داد. چقدر این کشتی زیباست. یکی از زیباترین کشتی‌های امسال بدون شک. دو کشتیگیر مهاجم کشتی رو معنا کردن، زیرگیری رو معنا کردن در این دیدار. و حالا 3-2 آقای قاسمپور، عموی کامران قاسمپور در کنار توشک. 55 ثانیه. علی سواتکویی فعلا عقبه. او در مقابل یک قهرمان جهان به شایستگی کشتی گرفته و کامران هم عیار خودش رو نشون میده. حساب کار 3-2. او سر و گردن کار میکنن. یک لحظه، یه فرصت میتونه کار رو تمام کنه برای کامران یا علی سواتکویی. هر دو کشتیگیر عالی. رفت برای زیر، باسم علی سواتکویی، باسم زیرگیری. این بار دیگه زیرش یکم اشتباه. کامران در برگشت حالا خاک میکنه و دو امتیاز دیگر رو به دست میاره. یه زیر اشتباه رفت سواتکویی، در برگشت کامران خاک کرد. 5-2. وقت چقدر مونده؟ 16 ثانیه. کار دشواره برای علی سواتکویی. آفرین به هر دو قهرمان، تبریک به هر دو پهلوان. تماشاگران رو پشیمون نکردن از اومدن به سالن. کشتی زیبایی رو دیدن، هجومی، مهاجم، هم علی سواتکویی و هم کامران قاسمپور. 5 ثانیه، 4 ثانیه، کامران در آستانه پیروزی. 5-2، کامران قاسمپور موفق میشه که علی سواتکوی رو شکست بده. علی سواتکوی رو شکست بده. خسته نباشید میگیم به هر دو کشتیگیر و کشتی عالی، هجومی، همه لذت بردن و همه راضی بودن بدون شک.